حداقل 20,000 معترض در منطقه مزدحم مرکز شهر مسکو روز یکشنبه جمع شدند و تقاضای آزادی برای معترضین و زندانیان سیاسی نمودند که از سال 2003 بدین سو در حبس به سر میبرند. یکی از تنظیم کنندگان راهپیمایی خطاب به شرکت کنندگان سخنرانی میکرد. هرگاه تعداد ما زیاد باشد می توانیم باعث آزادی زندانیان سیاسی شویم. هر کدام ما سلاح قوی در جیب های خود داریم. تلفن های ما در اینستاگرام و توییتر هر روز نوشته کنید. هر نوع مکالمه با مقامات باید با کلمه آزادی آغاز شود. طی ماه های اخیر بیشتر از 2,000 نفر به دلیل شرکت در اعتراضات بدون مجوز دستگیر شدند. برخی مردم را 4 سال زندانی شدند و برخی دیگر به دلیل جرایم همچون خشونت بر منصوبین پلیس مجازات شدند. شعار این اعتراض آنها را آزاد سازید می باشد و نمایندگی از تقاضای آنها از مقامات برای رهایی زندانیان سیاسی و آزادی کسانی است که غیر منصفانه محکوم شدند، کسانی که در مظاهرات شرکت کردند و برای انتخابات با عدالت مبارزه کردند. آنها به طور غیر قانونی محکوم شدند. پلیس میگوید مردم دستگیر شدند و به دلیل قانون شکنی مجازات میشوند و برخی دیگر از اعتراضات پراکنده ساخته شدند به خاطر که آنها اجازه قانونی نداشتند و غیر قانونی بوده است. اعتراضات روز یکشنبه از طرف مقامات شهری مجوز قانونی دریافت نموده بود. برای ما بسیار مهم این است که اجازه راهپیمایی دادند، به خاطر که بعد از 27 جولای ما میترسیدم که در اعتراضات یا هر نوع رویدادی که اجازه ندارند شرکت کنم. اما فکر میکنم بسیار مهم است که محاکم ما به عدالت رسیدگی نماید. تنظیم کنندگان این اعتراض میگوید راهپیمایی ها نتیجه داده است، به خاطر که حزب حاکم کرملین تا کنون 3 در 1 کرسی ها را در شورای شهر مسکو از دست دادند، بار که رقم اکثریت را حفظ نمودند. اما ناولین هشدار میدهد که مبارزین آزادی در روسیه راه دشوار را به پیش دارند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. مقامات امنیتی هند از مجروح شدن 6 ملکی بر اثر شلیک از جانب پاکستان در منطقه جامو و کشمیر خبر دادند. اردوی هند میگوید که پاکستان با شلیک گلوله ها از آتش بس نافذ در منطقه تخطی کرده است و اردوی هند نیز در پاسخ به آن با شلیک گلوله پرداخت. تنش در منطقه کشمیر تحت کنترل دو کشور بعد از آنکه هند در ماه گذشته امتیاز ویژه برای کشمیر تحت کنترل هند را لغو کرد آغاز گردید و نگرانی ها روی تشدید این خشونت ها و احتمال وقوع یک جنگ دیگر میان دو کشور همسایه می رفت. جامعه جهانی از هر دو جانب خانه خویشتنداری شده است. باز هم از هند، باران های شدید موسمی در چند کشور در آسیای جنوبی به شمول هند باعث باریدن باران های شدید و تلفات شده است. در هند حدود 100 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها کشته شدند که بیشترین مقدار این سیلاب ها در ایالت اتر پردیش، بهار و بهار به وقوع پیوسته است و مردم مجبور به استفاده از کشتی ها برای تردد در این مناطق شدند. از سوی دیگر تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها و باران های شدید در هند، نپال و بنگلادش به حدود 350 تن رسید. در کمتر از 1 هفته از ختم تابستان، مناطق شمال غرب ایالات متحده با طوفان زمستانی قبل از وقت که با باریدن شدید برف همراه است مواجه شده است. ایالت منتانا شاهد باریدن برف به ضخامت 90 سانتی متر در روز یکشنبه بود و بخش‌هایی از ایالت‌های کالیفرنیا، اورگن، واشنگتن، آیداهو، نوادا و یوتا نیز از برف پوشانیده شده است. والی ایالت یوتا که بیشتر مقدار برف در این ایالت باریده است، خواهان رساندن کمک‌های اضطراری به مناطق آسیب دیده این ایالت شد. اداره پیشبینی از جوی هشدار داده است که باریدن برف و بادهای شدید باعث دشوار شدن سفر در این مناطق و افتادن درختها و قطع برق شده است. در موگادیشو پایتخت سومالیا، یک مرکز نظامی ایالات متحده صبح امروز دوشنبه هدف 2 بمب تبعیت شده در موتر قرار گرفت. این مرکز که به نام بلدوگل نامیده شده است، محل آموزش کماندوهای سومالیایی توسط نیروهای ایالات متحده است و از این مرکز برای حملات تیاره های بی پیلوت نیز استفاده می شود. در این واقع کسی مجروح و یا کشته نشده است. از سوی دیگر یک موتر نظامی مربوط به نیروهای ایتالیایی نیز در موگادیشو هدف قرار گرفت که تاکنون جزئیات روی تلفات ناشی از این واقعه در دست نیست. مسئولیت حملات مشابه را در سومالیا در گذشته گروه الشباب بر عهده گرفته بود.